معجزه شکرگزاری قسمت هشتم روز سیزدهم تمامی آرزوهایتان را به واقعیت تبدیل کنید. تخیل یک قالیچه پرنده واقعی است. اگر تمرین ها را روز به روز دنبال کرده باشید، تا کنون برای تمام آنچه که دریافت کردید یا به دریافتش ادامه می دهید، به کمک تمرین شکرگزاری شالوده شگفت انگیز را بنا نهادید. برای همین امروز روزی هیجان انگیز است، چرا که شما در صدد شروع استفاده از قدرت غیر قابل توصیف شکرگزاری برای رویاها و خواسته هایتان هستید. در دوران گذشته مراسم شکرگزاری را قبل از دستیابی به چیزهایی که می‌خواسته و می‌خواهند به صورت سنتی به جا آوردند. مراسم استادانه‌ای را به زحمت ساختند که تا سر حد امکان بیشترین انرژی را به شکرگزاریشان بیفزایند. مصری‌های باستان طغیان رودخانه نیل را جشن می‌گرفتند تا از تداوم جریان آب در رود مطمئن شوند. سرخپوستان آمریکا و بومی‌های استرالیا رقص باران را انجام می‌دادند. قبیله‌های مختلف آفریقایی مراسم جشنی را برای غذا و قبل از شکار ترتیب می‌دادند و در تمامی مراسم عبادی در هر فرهنگ و مذهبی شکرگزاری قبل از دریافت آنچه مطلوب است را به جا آورده بودند. قانون جذب می‌گوید هر چیزی همسان خود را جذب می‌کند. این به این معنی است که شما باید تشابه و یا تصویری را از آنچه که می‌خواهید در ذهن و اندیشه خود ایجاد کنید. سپس برای جذب خواستتون باید احساس کنید که آن چیز به راستی به شما تعلق دارد. بنابراین احساس شما باید مشابه همان احساسی باشد که وقتی داشتید چیز دلخواهتان را دریافت می‌کردید وجودتان را فرا می‌گرفت. آسان‌ترین راه برای انجام این کار این است که برای آنچه که می‌خواهید قبل از دریافت آن شکرگزار باشید. اگر قبلاً هرگز بدون استفاده از قانون شکرگزاری چیزی را که می‌خواستید دریافت نکردید، شما اکنون جنبه دیگری از نیروهای شگفت‌آور آن را کشف کردید. هر کس که شکرگزار باشد بیشتر دریافت خواهد کرد و فراوانی به او تعلق خواهد گرفت. قدردانی و سپاسگزاری چیزی است که شما باید قبل از دریافت آنچه که می‌خواهید داشته باشید و به سادگی انجام دهید، نه بعد از دریافت آنچه طلب می‌کردید. بیشتر مردم بعد از دریافت چیزهای خوب شکرگزاری می‌کنند. اما برای اینکه تمامی آرزوهایتان جامعه حقیقت بپوشند و تمام زندگی شما به گونه‌ای تغییر یابد که در تمامی زمینه‌ها سرشار از خوشبختی و ثروت شوید، باید قبل و بعد از داشتن و رسیدن به آن سپاسگزار باشید. چنانچه شما به راستی به خاطر دریافت پیشاپیش آنچه می‌خواهید شکرگزار هستید، بلافاصله تصویری از داشتن آن در ذهن خود خواهید ساخت. احساس شما چنان است که انگار به راستی آن را دارید و نقش خود را انجام دادید. اگر به داشتن این تصویر و احساس ادامه دهید، به طور خوشایندی خواسته های خود را جذب خواهید کرد. البته نخواهید دانست که چگونه آن را به دست خواهید آورد و کار شما هم کشف این راز نیست. وقتی به پیاده روی می روید، تلاشی به خرج نمی دهید تا بفهمید نیروی جاذبه چگونه روی زمین نگهتان می دارد. اینطور نیست؟ مطمئن هستید و می دانید که وقتی به پیاده روی می روید، قانون جاذبه شما را محکم روی زمین نگه می دارد. همچنین باید اطمینان داشته باشید و بدانید که وقتی برای آنچه می‌خواهید سپاسگزار هستید، آن چیز به طور شگرفی به سمت شما حرکت می‌کند، زیرا این یک قانون کیهانی است. هم‌اکنون واقعاً چه چیزی را می‌خواهید؟ در ابتدای این کتاب از شما خواستم که درباره آنچه که به راستی در هر بخش از زندگی می‌خواهید تکلیف خود را مشخص کنید. اگر قبلا این کار را انجام ندادید، اکنون زمان این کار است.
به لیست هایی که آماده کردید رجوع کنید و برای این تمرین 10 آرزوی برتر خود را انتخاب کنید. شما می توانید 10 خواسته از بخش های مختلف زندگی را مانند پول، تندرستی، خانه و روابط اجتماعی انتخاب کنید و یا 10 خواسته از یک بخش زندگی را انتخاب کنید که تغییر واقعی آن را می خواهید، مانند کار یا موفقیت. درباره آنچه که به راستی می‌خواهید بسیار روشن و مشخص فکر کنید و خواهید دید که با این تمرین چه تغییراتی به طور شفاف برای شما رخ می‌دهد. تجسم کنید که یک پیشنهاد برای 10 آرزوی برتر خود به کائنات دادید، زیرا در حقیقت با استفاده از قانون جذب شما دقیقاً همین کار را کردید. پشت یک کامپیوتر بنشینید و یا قلم و کاغذ را بردارید و لیست جداگانه‌ای درست کنید. از 10 آرزوی برتر خود انگار که واقعاً آنها را به دست آورده‌اید. سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم برای فلان چیز یا فلان کس و جای خالی را با خواسته خود پر کنید. انگار که آن را دریافت کرده‌اید. برای مثال، بنویسین سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم به خاطر نمره‌های بالایی که در امتحانات گرفتم و موجب راهیابی من به کالج مورد نظرم شد. یا اینکه بگین سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم به خاطر خبرهای بسیار خوبی که درباره بچه دار شدنمان به من رسید. سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم به خاطر خانه رویاییمان که همه چیزهایی را دارد که در دلمان می‌خواست وجود داشته باشد. یا اینکه بگین سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم به خاطر مکالمه تلفنی شگفت‌انگیزی که با پدرم داشتم و روابطمان را بهبود بخشید. به علاوه سه بار گفتن سپاسگزارم یک فرمول مؤثر و کارگشاست، زیرا سه عددی ریاضی است که در خلقت تمامی کائنات کاربرد دارد. به عنوان مثال، برای تولد یک فرزند وجود یک مرد و یک زن لازم است. قانون مشابه عدد 3 درباره خلق هر چیزی در کائنات کاربرد دارد که خلق آرزوهای جدید را نیز در بر می‌گیرد و با گفتن 3 بار سپاسگزارم در یک خط شما از عدد شگفت‌انگیز خلقت و از یک فرمول مرموز استفاده کرده اید. برای اشباع کردن آرزوهایتان با نیروی سپاسگزاری، از اولین آرزوتون در لیست شروع کنید و از تخیل ذهن گسترده خود سود ببرید تا پاسخ پرسش‌هایتان را بیابید، همانطور که به آرزوهایتان رسیده اید. 1. وقتی به خواسته خود رسیدید چه احساسی داشتید؟ 2. اولین کسی که هنگام رسیدن به خواستتون با او صحبت کردید کی بود و چگونه آنها را مطرح کردید؟ 3. اولین کار بزرگی که بلافاصله بعد از رسیدن به آرزوتون انجام دادید چی بود؟ هر چی میتونید جزئیات بیشتری را به ذهن بیاورید. در پایان هر خواسته را دوباره بخوانید و روی کلمه سپاسگزارم تاکید بورزید و تا میتوانید آن را احساس کنید. اگر میخواهید کاری کنید که به راستی نیرومند باشید و سرگرمی زیادی نیز داشته باشید، می توانید یک تابلو درست کنید و عکسهایی از آرزوهاتان رو روی آن بچسبانید. عکس ها را ببرید و آنها را روی تابلو بچسبانید و در جایی قرارش دهید که هر روز چند بار آن را ببینید. واژه سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم را با حروف درشت بنویسید و روی تابلو قرار دهید. می توانید از یخچالتان به عنوان تابلو استفاده کنید. اگر خانواده دارید می توانید ساخت تابلو را به عنوان یک پروژه خانوادگی مطرح کنید، زیرا بچه ها این کار را دوست دارند. تصور کنید که تابلوی شما به راستی شگفت انگیز است و هرچه که عکس آن روی این تابلو قرار گیرد بیدرنگ به سمت شما حرکت می کند. قدردانی مداوم شما سبب جذب دائم آرزوهایتان به سمت زندگی شما می شود. خب، تمرین شماره 13. 1.
موهبت‌های ارزانی شده به خود را بشمارید، لیستی از 10 موهبت را تهیه کنید، بنویسید که چرا به خاطر آنها شکرگزار هستید، لیست را دوباره بخونید و در پایان هر موهبت بگویید سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم و تا می توانید احساس سپاسگزاری بیشتری راجع به آن نعمت داشته باشید. 2. پشت کامپیوتر بنشینید و یا قلم و کاغذ بردارید و 10 خواسته خود را بنویسید. پیش از هر کدام از آنها 3 بار بنویسید سپاسگزارم، انگار که اکنون به آن خواسته ها رسیده اید. به عنوان مثال، سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم به خاطر. 3. از تخیل خود استفاده کنید و به پرسش‌های زیر در ذهن خود پاسخ دهید، انگار که به هر 10 آرزوی خود دست یافته اید. 1. وقتی با آرزوتون دست یافتید چه احساسی داشتید؟ 2. وقتی با آرزوتون دست یافتید آن را برای اولین بار با چه کسی در میان گذاشتید و چگونه آنها را بیان کردید؟ 3. اولین کار بزرگی که بعد از دریافت آرزوتون انجام دادید چی بود؟ بکوشید تا هر چه می توانید جزئیات بیشتری را در ذهنتان به خاطر بیاورید. 4. در پایان لیست آرزوهایتان را دوباره بخوانید و از صمیم قلب بر روی کلمه سپاسگزارم تاکید بورزید و تا می توانید آن را احساس کنید. 5. اگر مایلید یک تابلو بسازید، عکس‌ها را ببرید و آنها را روی تابلو بچسبانید و در جایی قرارش دهید که جلوی چشم شما باشد. عنوان تابلو را سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم بگذارید که با حروف درشت نوشته شده و در بالا قرار گرفته باشد. و در آخر، امشب قبل از اینکه بخوابید افکارتان را متمرکز کنید و کلمه سپاسگزارم را به خاطر بهترین رخداد آن روز بر زبان آورید. روز 14. یک روز بانشاد داشته باشید. برای اینکه بانشادترین روز زندگیتان را داشته باشید و آن را تجربه کنید، باید برای تمام روز و قبل از شروع به هر کاری برای آن روز شکرگزار باشید. برای داشتن یک روز بانشاد کافی است که خیلی ساده قبل از آغاز کردن روز به تمام برنامه هایتان فکر کنید و برای خوب پیش رفتن هر یک از آنها واژه سپاسگزارم را بگویید. این ساده ترین کاری است که می توانید انجام دهید. این کار تنها چند دقیقه از وقتتان را خواهد گرفت، ولی تفاوتی در زندگی روزانه شما ایجاد می کند که باور نکردنی است. شکرگزار بودن قبل از آغاز روز بر اساس قانون جذب یک روز بانشاط را برای شما رقم می‌زند. وقتی برای خوب پیش رفتن وقایع زندگیتان شکرگزاری و قدرشناسی می‌کنید، در نتیجه خوب پیش رفتن رویدادهای زندگیتان را تجربه خواهید کرد. برای داشتن روزی بانشاط باید احساس خوبی داشته باشید. من چیز دیگری غیر از قدرشناسی سراغ ندارم تا به وسیله آن روحیتون به سرعت ارتقا یابد. اگر باور نمی کنید که شما یارای آن را دارید که بر رخدادهای روزانتون تأثیر بگذارید، به زمانی فکر کنید که با کج خلقی و در شرایط بد از خواب برخاستید. در طول روز بدبیاری پشت بدبیاری نصیبتان شد و همه چیز بد پیش رفت، تا اینکه در پایان روز اعتراف کردید که از روی شانس و به صورت اتفاقی روز بدی داشتید. تنها علت داشتن روز بد آن بود که از صبح خلقتان بد بود و این خلق بد شما بود که باعث شد همه چیز یکی پس از دیگری بد پیش برود. حتی از خواب برخواستن با خلق بد هم اتفاقی نیست، زیرا معنی آن چنین است که شما در حالی به خواب رفتید که نسبت به چیزی تفکرات منفی داشتید و شاید متوجه آن نبودید. علت اساسی هم آن است که از شما خواسته شده قبل از به خواب رفتن تمرین فکر سازنده را انجام دهید تا مطمئن شوید در شرایطی به خواب رفتید که تفکرات خوبی در ذهن داشتید. تمرین فکر سازنده در شب و ترکیب آن با تمرین موهبت‌هایتان را بشمارید در صبح باعث می شود که شما صبح و شب در حالت خوبی باشید و تضمین می کنند که شما قبل از شروع کردن روزتان احساس خوبی داشته باشید.
برای داشتن روزی با نشاط باید احساس خوبی داشته باشید. وقتی از نیروی قدرشناسی برای داشتن یک روز خوب قبل از شروع آن روز استفاده می کنید، تمام مشکلات ناخواسته ای را که ممکن است در طول روز پیش آید قبل از وقوع آنها از بین می برید. هرچه بیشتر از این تمرین استفاده کنید، روزهای شما بهتر خواهند شد و همه چیز از کوچکترین چیزها گرفته تا بزرگترین چیزها در زندگیتان به خوبی پیش خواهد رفت. ناهمواری های روز از بین می رود و به جای آنکه رخدادهای مایوس کننده در زندگیتان پیش بیاید، جریانی خوشایند در زندگی شما ایجاد خواهد شد و همه چیز به صورت شگفت‌انگیزی با کمترین تلاش بدون نگرانی و تشویش و شادی بیشتری در مسیر دلخواه شما پیش می روند. که برای داشتن یک روز خوب نسبت به خوب پیش رفتن همه چیز در آغاز صبح شکرگزاری کنید، بیش از چند دقیقه وقتتان را نخواهد گرفت، ولی به زودی نتایج شگفت‌آور و فوق تصور آن بر شما آشکار خواهد شد. برای اینکه یک روز خوشایند داشته باشید، بعد از بیدار شدن از خواب و قبل از بیرون آمدن از بستر یا هنگامی که مشغول دوش گرفتن هستید یا زمانی که دارید لباس می پوشید، به برنامه‌های روزتون فکر کنید و برای خوب پیش رفتن آنها با نتایج درخشان قدرشناسی کنید. مطمئن شوید که این تمرین را در شروع روز و در یک جلسه انجام خواهید داد. در ذهنتان برنامه‌های خود را برای صبح، بعد از ظهر، عصر و شب مرور کنید و برای خوب پیش رفتن این برنامه‌ها و رخدادها کلمه سپاسگزارم را بر زبان آورید و با این فرض که پایان روز است و کارها به خوبی پیش رفته و شما به خاطر این نتایج درخشان قدرشناس هستید. تمرین شماره 14. یک روز با نشاط داشته باشید. 1. موهبت‌های خود را بشمارید. لیستی از 10 موهبتتان را تهیه کنید و بنویسید که چرا احساس می‌کنید که برای آنها سپاسگزارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان هر مورد کلمه سپاسگزارم را 3 بار بگویید و تا آنجا که می‌توانید برای موهبت‌هایتان قدرشناس باشید. 2. صبح هنگام در ذهنتان برنامه های خود را برای صبح، بعد از ظهر، عصر و شب مرور کنید و برای خوب پیش رفتن این برنامه ها و رخدادها واژه سپاسگزارم را به زبان آورید. با این فرض که اکنون پایان روز است و کارها به خوبی پیش رفته و شما به خاطر این نتایج درخشان قدرشناس هستید. 3. بعد از آن که برای خوب پیش رفتن تمامی برنامه هایتان و برخورداری آنها از نتایج دلخواه قدرشناسی کردید، این تمرین را با گفتن عبارت برای اخبار خوبی که امروز به من خواهد رسید سپاسگزارم به پایان برسانید. و در آخر قبل از اینکه بخوابید افکارتان را متمرکز کنید و واژه سپاسگزارم را به خاطر بهترین اتفاقی که در طول روز برایتان رخ داده بر زبان آورید.